سلام بر ساعت خبر از یک با من شکیلا شمس خوش آمدید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در صفحه یکش نوشته که نیروهای ویژه امارت اسلامی اعضای گروهی را که در تیرباران کردن 14 تن از اهل تشیع در ولایت غور و در چندین حملات دیگر در کابل و بامیان دست داشتند از بین برده است. با گفته سخنگوی امارت اسلامی این گروه مستقیم از مراکز داعش در بلوچستان رهبری میشد و تمام حملات خود را به امر مستقیم رهبری شاخه خراسان داعش در بلوچستان انجام می دادند. کار بازسازی 12 مکتب در ولایت نورستان آغاز شد. تاج محمد مطمئن رئیس معارف نورستان می گوید که با بازسازی این ساختمان ها هزاران دانش آموز به فضای مناسب درسی دست خواهند یافت و افزوده که این 12 مکتب در ولسوالی ها و مرکز این ولایت بازسازی می شوند که 29 میلیون افغانی هزینه آن از سوی وزارت معارف کشور پرداخته می شود. باشندگان این ولایت از این اقدام امارت اسلامی ابراز خرسندی کرده و گفتند که تامین فضای سالم آموزشی برای شاگردان در بلند بردن کیفیت آموزشی نقش بسزایی دارد. شیخ محمد خالد حنفی سرپرست امر به معروف در سفر به ولایت ننگرهار از کارمندان این ریاست در ننگرهار خواست با مردم به نیکی رفتار کنند و ای خطاب با آنان گفت که با مردم به گونه‌ای رفتار کنند که برای جامعه نمونه باشد. او همچنان تاکید کرد که عالمان دین موظفند تا افراد جامعه را به نیکی دعوت و از بدی‌ها باز دارند. تیم ملی کرکت الف افغانستان در دومین بازی خود در رقابت جام آسیایی بیست اوره کرکت تیم بنگلادش را با هنرنمایی سیدی قتل شکست داد و با کسب دومین پیروزی متوالی به مرحله نهایی این رقابت ها را یافت. در این بازی کاپیتان تیم کرکت بنگلادش برنده قرعه بازی شد و بازیکنان تیم ملی الف افغانستان را به توپ زنی دعوت کرد. از 29 میزان روز ملی و زبان ازبکی دیروز در شهر میمنه ولایت فاریاب گرامی داشت شد. از این روز در حال گرامی داشت می شود که شماری از فرهنگیان گفتند که در بیشتر مکتب ها مواد آموزشی لازم برای تدریس این زبان وجود نداشته و این امر سبب شده که جایگاه زبان ازبکی در میان شهروندان کشور کم رنگ شود. صلاح الدین ایوبی یکی از اعضای برجسته امارت اسلامی در این نشست گفته که زبان ازبکی دارای جایگاه ویژه‌ای در نظام امارت اسلامی است و هیچ کسی نمی تواند که جایگاه این زبان را که میلیون ها تن به آن تکلم می کنند تضعیف کند. ایران از سازمان ملل متحد خواسته تا برای کمک به پناهجویان افغان به این کشور بودجه بیشتر بدهد. رئیس امور مهاجران وزارت داخل ایران هشدار داده که اگر جامعه جهانی در این راستا توجه نکند، آن کشور در سیاست مهاجرتی خود تجدید نظر خواهد کرد. این در حالی است که ایران روزانه صدها تن از پناهجویان افغان را اخراج می کند و گزارش هایی از بدرفتاری پلیس آن کشور با پناهجویان افغان به نشر می رسد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که افغانستان در 6 ماه گذشته به ارزش مجموعی 77.5 میلیون دلار زعفران و هنگ صادرات داشته است. سخنگوی این وزارت میگوید که در این مدت افغانستان به مقدار 18 تن زعفران و 17 تن انگوزه به کشورهای دیگر صادر کرده است. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد یا فاو اعلام کرده که از هر 4 نفر در افغانستان زندگی 3 نفر آن به زراعت وابسته است. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که سرمایه گذاری بیشتر بر بخش کشاورزی افغانستان بالای اقتصاد کشور تأثیری مثبت دارد و حکومت برای مکانیزه کردن آن باید تلاش کند. این بود مهمترین های این ساعت که تقدیمتان گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.